سرخط خبرها: اخطار احمد مسعود به طالبان، بازداشت دختران هزاره و تاجک از سوی طالبان بی پاسخ نخواهد ماند. جبهه آزادی: ربودن دختران از مناطق مشخص شهر کابل توسط طالبان، افغانستان را با بحران قومی روبرو می کند. استانگزی: کشورها برای سرمایه گذاری منتظر به رسمیت شناختن طالبان نباشند. و گذرگاه تورخم پس از 11 روز برای موترهای باربری بازگشایی شد. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. جبهه آزادی: ربودن دختران از مناطق مشخص شهر کابل توسط طالبان، افغانستان را با بحران قومی روبرو میکند. جبهه آزادی افغانستان با استقبال از گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد یعنی یونما در کابل طی ماهای اکتبر تا ماه دسامبر سال 2023 میگوید که ربودن دختران از مناطق مشخص شهر کابل توسط طالبان کشور را با بحران غیر قابل کنترل قومی و زبانی روبرو میکند. جبهه آزادی روز دوشنبه دوی دلوه در اعلامیه گفته است که این گزارش تنها گوشه ای از واقعیت های تکان دهنده جاری در افغانستان زیر سلطه طالبان را نشان میدهد. در این اعلامیه آمده است ربودن دختران توسط واحد استخباراتی گروه طالبان که زیر عنوان امر بن معروف و نهی از منکر شناخته می شود از مناطق مشخص شهر کابل که در گزارش یونما به صراحت از آنان تذکر رفته است عبور از تمامی خطوط سرخ جامعه افغانستان است و این عمل وحشیانه گروه طالبان افغانستان را با بحران غیر قابل مهار قومی و زبانی مواجه می سازد. جبهه آزادی با اشاره به گزارش یونما تصریح کرده است که گروه طالبان مدافعان حقوق بشر را در سراسر کشور بدون تفهیم اتهام و داشتن وکیل مدافع به گونه خودسرانه توقیف و زندانی می کنند. بر اساس اعلامیه، طالبان در کنار بازداشت مدافعان حقوق بشر اعضای خانواده آنها را نیز به گونه غیرقانونی بازداشت کردند. این جبهه همچنین افزوده است که ارقام ارائه شده از کشتار هدفمند کارمندان حکومت پیشین به ویژه نیروهای امنیتی در گزارش یونما بازگو کننده اصلی این جنایت طالبان است. در اعلامیه تاکید شده است متاسفانه ارقام یاد شده در گزارش یونما بازگو کننده ابعاد اصلی این جنایت عمده انسانی گروه طالبان نیست. مردم افغانستان به ویژه نیروهای امنیتی حکومت پیشین در زیر سلطه نامشروع گروه طالبان از هیچ نوع امنیت و مسئولیت فردی و اجتماعی برخوردار نیستند. جبهه آزادی خاطر نشان کرده است که این جبهه به منظور دفاع از شهروندان کشور همه دستندرکاران اقدامات فراقانونی وابسته به طالبان را در فهرست اهداف مشروع فعالیت‌های خود قرار داده است. اخطار احمد مسعود به طالبان: بازداشت دختران هزاره و تاجک از سوی طالبان بی پاسخ نخواهد ماند. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت بر رهبری احمد مسعود در واکنش به گزارش جدید یونما درباره بازداشت دختران هزاره و تاجک از سوی طالبان گفت که این گزارش برنامه های قومی طالبان را برجسته ساخت. علی میثم نظری روز دوشنبه گفت که این اعمال طالبان بی پاسخ نخواهد ماند. او افزوده که اقدامات طالبان راه را برای درگیری های طولانی در کشور باز می کند. دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان روز دوشنبه دوی دل و با نشر گزارش سی ماه اخیر سال 2023 گفت طالبان زنان و دختران را عمدتاً از مناطق هزارنشین دشت برجی و برخی را در خیرخانه که ساکنان آن عمدتاً تاجیکان گرفتار کردند. طالبان گفتند که این دختران به خاطر عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان بازداشت و بعداً رها شدند. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت عملکرد طالبان را عامل بی‌ثباتی و درگیری‌های طولانی دانسته و بر ضرورت اتحاد مردم افغانستان برای رهایی از طالبان و جلوگیری از نابودی افغانستان تاکید کرده است. پیش از این در 15 جدی رهبر جبهه مقاومت نیز در واکنش به بازداشت دختران در کابل گفت که طالبان با اختطاف زنان و بی‌حرمتی به آنها سند نابودی زود هنگام خود را امضا کرده است. طالبان در این اواخر دختران و زنان را به بهانه بدحجابی از مناطق مختلف کابل و دایکندی بازداشت کردند. این اقدام طالبان با واکنش های گسترده مواجه شد.
استانگزی کشورها برای سرمایه‌گذاری منتظر بر رسمیت شناختن طالبان نباشند. عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان در دیدار با معاون نماینده ویژه ژاپن برای افغانستان گفت که کشورها برای سرمایه‌گذاری در افغانستان منتظر بر رسمیت شناختن این گروه از سوی کشورهای دیگر نباشند. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز دوشنبه دوی دلو در صفحه ایکس خود از دیدار و گفتگوی عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان با معاون نماینده ویژه ژاپن برای افغانستان خبر داد. در این دیدار عباس استانگزی به او در مورد سرمایه گذاری در افغانستان گفت که همه کشورها به شمول ژاپن منتظر به رسمیت شناختن طالبان نباشند. به نقل از وزارت خارجه طالبان، معاون نماینده ژاپن گفت که ژاپن علاقه دارد با استفاده از فرصت‌های موجود در افغانستان سرمایه گذاری کند. او همچنین از کمک‌های ژاپن در بخش‌های صحت، معرف و زراعت یادآوری کرده است. استانگزی از ذخایر طبیعی و معادن افغانستان یاد کرده و خواهان سرمایه گذاری همه کشورها به شمول ژاپن شده است. این مقام طالبان گفته است که کشورها برای سرمایه گذاری در افغانستان منتظر به رسمیت شناختن این گروه از سوی کشورهای دیگر نباشند. در همین حال، سازمان جهانی صحت از امضای قرارداد پروژه برزش 6.9 میلیون دلار با سازمان همکاری ژاپن در زمینه حمایت از بخش صحت افغانستان در مبارزه با بیماری‌های عفونی خبر داده است. گذرگاه تورخم پس از 11 روز برای موترهای باربری بازگشایی شد. مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار از بازگشایی گذرگاه تورخم برای موترهای باربری خبر می‌دهند. مولوی عبدالجبار حکمت، کمیشنر طالبان در گذرگاه تورخم گفته که این گذرگاه پس از 11 روز بسته ماندن صبح روز سه‌شنبه سه دلو بازگشایی شده است. به گفته او، در حال حاضر رانندگان موترهای باربری و بیماران بدون پاسپورت و ویزا می توانند که از طریق گذرگاه تورخم به پاکستان سفر کنند. گفتنی است که گذرگاه تورخم در 23 جدی به دلیل اختلاف بر سر ویزا و پاسپورت رانندگان برای موترهای باربری بسته شده بود. کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران خواهان توقف بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان شد. در ادامه بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان، کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران اعلام کرده است که طالبان باید بازداشت خبرنگاران را متوقف کند. کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران در واکنش به بازداشت سید احسان اکبری، خبرنگار یک رسانه ژاپنی در کابل، دوشنبه شب دوی دلو از طالبان خواست به بازداشت خبرنگاران به خاطر کارشان پایان دهند. کمیته جهانی خبرنگاران با نشریه اعلامیه گفته است که طالبان باید و بدون قید و شرط سید احسان اکبری را آزاد کنند. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه‌تان.